le ciel de Paris s'envole une chanson. Mmh. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Mmh. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس شامل سه گزارش است. دو گزارش رو میتونید به طور کامل در سایت تلویزیون ایران فردا ببینید. از جمله گزارش اول، صدرالدین زاهد نامیست آشنا با چندین دهه سابقه کار در تئاتر، یادگاری از دوره همکاری با بیژن مفید و کارگاه نمایش و دانسته های بسیار که احتیاج به وقت است. از جمله کارهایی که ایشان داشت با امیر حسین حسینی، استعدادی شناخته شده در یک دهه گذشته در پاریس و از قبل در ایران، کاری را از صادق هدایت اجرا کردند و قبل از اون هم آقای زاهد بخشهایی رو که کار تحقیقاتی بود در مورد صادق هدایت روخوانی کرد در نشستی که خانم ناهیده انزلیچی در انجمن فرهنگ برگزار کرد. همونطور که گفتم میتونید کامل اون رو در سایت تلویزیون ایران فردا در این نشانی مشاهده کنید. درود بر فرهنگ دوستان عزیز، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. دهمین سال انجمن رو میگذرونیم و امروز 104مین نشست انجمن است. آقای صدرالدین زاهد و گروهشون، ایشون یکی از قدیمی ترین هنرمندان و بازیگران تئاتر ایران هستند. آقای صدرالدین زاهد بازیگر تئاتر، کارگردان صحنه نمایش و مترجم هم نیز هستند. با سلام خیر مقدم عرض کنم خدمتتون که من معمولا نه سخنران هستم نه عادت دارم بشینم، نقشه تئاترم سرپاک معمولا، ولی به هر حال موقعیت اینه، از همین موقعیت استفاده خواهم کرد. از طرف خدمتتون که من قبل از هر چیز لازمه از همکاران من خودم تشکر بکنم. قبل از شروع برنامه آقای امیر حسین حسینی و خانم اوریلی گومز و برادرم آقای ساشا زاهد که لطف کردن مسائل تکنیکی ما رو حل کردن، حتی فیلم ها ساخته یه خانم اوریلی گومز ایسین قضا هست و آقای امیر حسین حسینی. عرض کنم خدمتتان که هدایت فردی بود آزاداندیش، فکر خود را در چارچوب معینی محصور نکرده بود. او از هر مذهب، از هر کیش، از هر اندیشه آنچه را زیبا میدید، میپسندید، انتخاب میکرد و به کار میداد و هرچه را نسبت به دنیای زیبا پرستی و بشر دوستی خود بیگانه می‌یافت به شدت از خود می‌راند. و همین جهت دست رد به سینه بسیاری از عقیده ها، شعارها و اندیشه ها زد. او در زندگی خیش پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را شعار خود قرار داد. اونایی که برای پیاز سر میبارن و با اون ساخت و پاخت کردم رو بابر عقد بکنه و بعدشم طلاقش بده، همه یه مخارجش رو به اضافه 5 تومن دست خوشم تقبل کردم. بقا بود؟ به اسم چی بود؟ چه بقالی؟ حالا کدوم محله؟ نه همچون چیزی نمیشه. مردی که پروفیوز دارم عقد نمیدونی چه حالی داشتم، زنی که 3 سال مال من بود، اگه کسی اسمش رو میگفت شکمش رو پاره میکردم. دست خودم دادمش دست این گردن کلوف،
گفتم شاید این تقاس سیغاییه که با چشم گردون طلاق دادن. صبح روز موعود رفتم در خونه بقال. راکس یه ساعت منو دمه در سرپا معطل کرد. یه قرن به هم گذشت. بالاخره سر کلش پیدا شد و گفتم الوعده وفا. رقبا رو طلاق بده 5 تا هم پیش من داری. خندید و گفت زنم رو طلاق بدم؟ یه موش 1000 تومن هم نمیدم. چنون برقی از سرم پری. چنون برقی؟ نه همچه چیزی نمیشه. نمیشه. راستشو بگو. و حالا گزارش بعدی کار نمایشگاه خانم دنیا متدین که کارهاییست متفاوت این شانس در پاریس و اغلب شهرهای بزرگ اروپا و از جمله این اواخر در ایران، اینکه استعدادها و هنرهای اونها رو میتونیم با دقت و اغلب با حضور خود هنرمند ببینیم، از جمله این گزارش که خواهید دید. یک بعد از ظهر بارانی برای نمایشگاه خانم دنیا متدین به یکی از محلات قدیمی پاریس می رویم. تابلوهایی که از خود گفتن را در سکوت می گوید و برای همین حضار در انتظار تماشای تابلوها سالن را به نوبت با تعدادی کم بازدید می کنند. آقای شهریار خطایی زاده که هم نقاش و همزمان دبیر فلسفه است درباره این تابلوها میگوید: من امروز به حسب اتفاق کار هنری خانم دنیا متدین رو کشف کردم با همراهی استاد ارجمند عزیزم آقای عباس معیری. خیلی سورپرایز خوبی بود برای من، خیلی جالب بود. اول از همه یه نقاشیه که درش امید هست، نور هست، شادی هست و مخصوصا در چند تا از کارهای بزرگش یه فراری از حقیقت در دنیای تخیل هست، یه حالت واقعا پروازیه تو دنیای سورئالیسم. دو سه تا تکنیک، همونطور که میگفتیم دو سه تا تکنیک مختلف دارن. خب فکر میکنم چون خانم خیلی جوانی هستن، هنوز دارن دنبال خودشون، سبک شخصی خودشون میگردن، که چیزی که خیلی معمولی و نرماله، ولی چیزی که خیلی چشم منو گرفت مخصوصا دو پخته های کوچیکشونه و مخصوصا دو تا پخته که حالت خیلی، یکیشون حالت
خیلی دراماتیک و تراژیک خیلی قوی داره که رنگه و یکی دیگرش یه حالت خیلی سبک سالهای 1930 یا مثلا پریمیتیوهای ایتالیایی. به هر حال خیلی نقاشی که توش زندگی هست، نور هست، غم و بحران و شکست و پسیمیست توش وجود نداره. وقتی استاد عباس مایری را در جمع حاضران دیدیم، فرصتی مناسب برای آنکه از داوری و سنجش او آگاه شویم. من والا من خانم متدین رو تصادفی با ایشون آشنا شدم. ایشون یکی از مصاحبه های من رو که در تهران پخش می شد دیده بودن و بعد از مدتی وقتی که آمدن به پاریس روی انستاگرام برای من یه پیامی فرستادن که من میخوام تو رو ببینم. منم گفتم با کمال میل. یه روز تشریف آوردن اتولیه بنده و اونجا صحبت از نقاشی کردن و گفتن نقاشم به دلشون میخواد که اکسپوزیسیون بدن در پاریس. و منم چند تا عکس از کاراشون دیدم که خیلی خوشم اومد، چون یه نزدیکی بین بعضی کارهایی که خودم میکنم با کارهایشون حس کردم و اون جنبه یه مقدار سمبولی که کاراشون خیلی نظرم رو جلب کرد و یه کته کمی هم سورئالیست و بعد رنگاشون هم خیلی دوست داشتم و یه آرامش خاصی داره کاراشون در حین اینکه یه چیز تحرک زیاد داره، آرامش هم داره کارش. و اما حالا گفتگو با هنرمند خانم دنیا متدین از این نظر جالب می آید که در ورای تابلوها و کنجکاوی در بیان و درک، نگفته ها هم کم نیست. اعتقادش به سرنوشت وقتی خود نقاشی خود ساخته اش را تماشا می کند. خانم متدین میگوید فن بیان در تابلوها گفته است. با این همه صدای نقاش بیشتر میگوید. هر تابلو همزمان یک پرسش است و یک پاسخ، هرچند که نقاش این پرسش و پاسخ را نقاشی کرده است. من در واقع این مجموعه از آثارم رو یک دورانی از زندگیم بود که تلفیق کردم با نمادهایی از اسب و پرنده و یک سری سمبول‌هایی توی ذهنم بود که قبلها باهاشون زندگی کرده بودم و فکر می‌کردم که اینها نماد آزادی در اول آزادی من هستن و توی تخیلات من اینها همه بودن و من تصمیم گرفتم که اینها رو به تصویر بکشم و حاصل این شد که شما میبینین و همشون توی تخیلات من بودن. بله، در سایر تابلوهاتون هم شاید همین کنجکاوی رو در ذهن و روان شما میتونیم جستجو کنیم، حالا با رنگ مختلف، با زاویه مختلف و قطعا در زمان نقاشی مختلف. اما یک اشتراک هم هست. این اشتراک یعنی از ابتدا تا انتها با شما همراه بوده؟ بله دقیقا، چون من توی یک دورانی از زندگیم حس آزادی رو تجربه نکردم و اون زمانی بود که توی کشورم زندگی میکردم و تصمیم داشتم که آزاد زندگی کنم ولی نمیتونستم و باعث شد که اینا توی ذهن من بیاد و این آثار خلق بشه. اگه دقت کنین همشون یه جورایی پس زمینش تلفیقی از خودم، تصویر خودم و نمادهایی که سمبولی بوده که قبلها بهش فکر میکردم، باهاش زندگی کردم و ازشون یاد گرفتم. آیا اگر بگم با تابلوهای شما ندیدن رو میبینین اشتباه کردم؟ ندیدن؟ نه، من خودم همچین حسی رو الان دارم. ندیدن. آیا برای دیدن باید درون رو دید یا برون رو؟ به نظر من درون خیلی مهمتره. رنگ ها رو میتونم به جرأت بگم که جزوی از شخصیت من هستن
من همیشه رنگ‌های گرم به کار می‌برم. دنیا متدین از کودکی و گذشته‌های ندیده‌اش در رویا و خیال نقاشی کرده است. من همیشه توی کودکیم که زندگی می‌کردم و الان به یاد دارم، همیشه دوست داشتم که توی زمان قدیمی که شنیده بودم زندگی کنم. نمیدونم، یه حس خیلی غریب و دوست داشتنی بود که شنیده بودم از خانوادم پیشینه و فرهنگ ایران رو. و این تابلو اون شنیده ها و مجموعه ای از شنیده های خانوادم و مردم ایرانم بود که شبیه مینیاتورهای قدیمی هم هستش. این شنیده ها و روایت ها رو باور کردین و تا با امروز با شما؟ بله، من همیشه توی ذهنم این بود که دوست داشتم توی چند صد سال قبل از زمانی که الان زندگی میکنم زندگی کنم. این همیشه توی پس زمینه ذهن من بود و وقتی که بهش فکر کردم اینها رو دیدم. البته این مینیاتورهایی که شما الان اینجا میبینین همه خب توی کتابهای درسی ما، توی شنیده های خانوادگی ما همه بودن و این تابلو از اون حس زندگی من در گذشته من میاد. اگر قرار بود امروز یک تابلو برای آینده داشته باشید، اون تابلو چه بود؟ راستش من به آینده اصلاً، نه که اعتقاد نداشته باشم، ولی هیچ تصویری از آینده ندارم. هر چقدر که به گذشته اعتقاد و بینش دارم، هیچ تصویری از آیندم ندارم. و اما گزارش پایانی این برنامه که گفتم میتونید کامل اون رو در سایت تلویزیون ایران فردا در همین نشانی که مشاهده میکنید ببینید، سخنرانی دکتر دارا عزیزی است. شخصیت دکتر عزیزی که پدر و مادر فرانسوی ایرانی داشته، بالای 80 سال، خدمات جراحی بیش از 5 دهه در ایران و در فرانسه، شاگرد پروفسور عدل، یکی از پزشکان بیمارستان سینا، یکی از بیمارستان‌های مردمی، و خدمات او در دورافتاده‌ترین دهکده‌های ایران و آشنایی ایشان به شهرهای دورافتاده واقعاً ارزشمنده. اگر اصرار به این طولانی بودن مقدمه دارم، دکتر دارا عزیزی شخصیتی بسیار دوست داشتنی در هر فعالیت فرهنگی ایرانی که من رفتم، حتی اگر نرفتم، ایشان اولین نفری بوده است که اونجا حاضر بوده. بسیار عاشق ایران و بسیار عاشق به کارش و بسیار خدماتی که به ایران کرده است. این سخنرانی رو، بخشای کوتاهیش رو هم اکنون میشنوید و اگر مایل بودید، که توصیه میکنم، به سایت تلویزیون ایران فردا در این نشانی مراجعه کنید. سخنران امروز ما دکتر دارا عزیزی، از پیوند مادری ایرانی و پدری فرانسوی در سال 1314 در ایران، مادر ایرانی فهم کنید چه ساده بنا در ایران در شهر قزوین به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستانی را در مدارس فیروزکوهی، رازی و البرز در تهران گذران، در سال 1953 میلادی به فرانسه آمد
و پس از دریافت مدرک بکالوریا و پایان تحصیلات دانشگاهی با دریافت دکترای پزشکی دولتی فرانسه در سال 1962 به تهران برگشت. خدمت سربازی را در سپاه بهداشت در بلوچستان و زاهدان با دریافت مدال گذران، در بیمارستان سینا مشغول به کار شد و با گروه جراحان مکتب پروفسور عدل به تربیت و تعلیم دانشجویان پزشکی و جراحان جوان پرداخت و درمانگاه خصوصی خود را نیز در جنوب شهر تهران تأسیس کرد. امروز راجع به تجربیات جراحی خودم و اندوخته ها و نتایجی که به دست آوردم با مقایسه پراتیک یا اعمال کار در ایران و فرانسه برای شما بیان صحبت کنم. در ضمن تجدید تشکر از خانم آذربایجانی‌هاش خواستم از آقای پروفسور یحیی عدلم تجدید به عمل آورده باشم، چون من در بیمارستان سینا خیلی یاد گرفتم، خیلی فرا گرفتم و همه جا به درد من خورد، چه موقعی که سپاه بهداشت در بلوچستان خدمت می‌کردم، چه در فرانسه موقعی که بیماران خیلی مشکل برای من آوردن که من بدون ترس و واهمه و با شجاعت هرچه تمام‌تر در بیمارستان سینا افتخارداری کار رو به درمان این افراد پرداختم. به چند مورد چه من اینجا براتون بیان خواهم کرد. البته حضور من در فرانسه دلیل بر این نیست که من به ایران علاقه نداشته باشم، یعنی از ایران بخوام فرار کرده باشم، البته فرار کردم این حقیقتی است، ولی به ایران علاقه نداشته باشم. مدارک زیادی دارم که نشانه این است که من به ایران علاقه دارم، از جمله مقالاتی در بعضی از روزنامه‌ها هست که نوشته مثلا Le docteur Azizi a longuement parlé de son beau pays Iran. اگر یک مایل بودین این مدارک میتونم در اختیار شما بذارم. پس ما زیاده باییم که حب وطن در وجود من هنوز هست. حالا اگر زیاد ادامه بیدم بکنه اشکم از چشمان جاری بشه. حالا بردارم. برای این نایمده اینجا که زاری بکنم. یه میبرد زیاد از کارهای من در درمانگاه ها انجام شده. از جمله درمانگاه آقای دکتر معین ملکی میدان 24 اسفند. چون برای اون چه دوستان تصور میکنن، من بیپول بودم و شبا مجبور بودم برای 40 تومن برم تا صبح بیدار باشم در درمانگاه 24 اسفند آقای دکتر معین ملکی. اونجا متوجه شدم که این درمانگاه ها خیلی مفیدن، یعنی یه مقدار زیادی از بیماران با زخم و قلنج کلیه، قلنج کبدی ها مراجعه میکنن که ما همونجا درمان میکنیم و احتیاج نیست که تا بیمارستان سینا یا بیمارستان هزار تختخواب یا پهلوی مسابقه برون، یعنی این کار بیمارستان ها رو یکمی سبک میکنیم. البته یه دوست اسرائیلی هم داشتم در جنوب تهران درمانگاه باز کرده بود که اون هم به همین ترتیب بیمارستانی بود خیریه، یه درمانگاهی بود خیریه، به مردم کمک میکرد بدون نظر گرفتن و اصل و نسب و دین و غیره، و من گاهی میرفتم اونجا هم عمل میشدم.